عرض کردم خدمت شما که شرط دیپلماسی این است که شما دیگری رو هم بپذیرید که در حد شماست، میخوایم با هم معامله بکنیم. اینها در پس ذهنیت آخوند، آخوند شیعه به خصوص، آدم های دنیا، کسانی که غیر شیعه هستند و مهر علی به دلشون نیست، اصلا میگویند که کسی که مهر علی به دلش نیست بهش را نمیبینه که. بنابراین اینها به کفار به چشم انسان که نگاه نمی کنن. خمینیاتون هست، نمیدونم فیلماشو ببینید، هر وقت خبرگار خارجی هست به صورت اینها نگاه نمی کنن، صورتش از اون طرفه که چشم به چشم کافر نیفتن. بنابراین فکر میکنم فرض اینها این است، اینها کفار و نجس هستن و ما کلا سرشون بذاریم و در دیپلماسی شیعه رکن اصلیش دروغ بوده از اول. تقیه تقیه البته از تقوا، تقوا به معنای پرهیز هست و در واقع در این کانتکست یعنی پرهیز از راست. تقیه یعنی از راست پرهیز کنید، یعنی دروغ بگویید. هر چه گفتن اینها دروغ بوده، هر چه به مردم ایران گفتن دروغ بوده، هر چه به خارجی گفتن دروغ بوده و بر مبنای دروغ به اینجا رسیدن. البته فروش نفت دروغ نبوده، عرض میکنن که ذخایر مملکت دروغ نبوده، اما هرچی اینا به مردم گفتن دروغ بوده، اینا با دروغ. بله، حالا کلاه میگذاریم عاشق مرتضی تا زمانی که ما بتوانیم یک چیزی بسازیم در این کویر لود. الحمدلله جا برای آزمایش الحمدلله زیاد داریم، جا برای کشتکار خیلی نداریم ها، اما برای آزمایش اتمی کویر تا دلت بخواد داریم، میبریم اونجا منفجر میکنیم. وقتی منفجر کردیم اینها رو، اول کاری که میکنیم این آمریکایی های ملعون و اینا همه رو از خلیج فارس بیرون میکنیم. بعد کاری که میکنیم یک التیماتوم میدهیم به این وهابی ها که شما بیان شیعه بشین. بعدش هم شروع میکنیم باجگیری کردن، قیمت نفت ما معلوم میکنیم. بعد به لبنان هم یک التیماتوم میدیم آقای مسیح همه تون بیان شیعه بشین. از این جور داستانا لابد حتما در فکرشون هست اینا، دنیا هم با خبر شده. اما تعجب من این است که چه میزان ناز آخوند رو میکشن اینها، برای چقدر ناز آخوندها رو میکشن، من نمیفهمم داستان چیه. پشت سر هم این ادمینستریشن های آمریکایی ناز آخوندها رو کشیدن تا حالا 6 سال به اینا وقتن. آقا این داستانش اینجور نیست، یک التیماتوم بسی به اینها داد و سلام. البته در جزء 29 بنده بارها خدمت شما عرض کردم که این کشور ما ایران که مورد تعدی و تجاوز بیگانگان بوده و یکی از علل وجود همین آخوندها که از گرداب قادسیه برآمدند همین تجاوز این دوستان مدینه بود است به کشور ما. کشور ما کشور چند هزاره است، در خور و لایق حکومت مردمی و دموکراسی است. این سرزمین بزرگ متعلق به این مردمان بزرگ هست و حتما در مجلس ملی که نمایندگان مردم هستند باید تصمیم بگیرن ایران آیا باید اتمی باشد یا نباشد. به گمان من بایستی باشد، نه تنها اتمی که بالاتر از اون هم بایستی داشته باشد، اما اگر یک دولتی مسئول باشد و اولویت ها رو بشناسد، درد مردم رو بشناسد و ببیند که این اتمی شدن در کجای برنامه های ملت قرار دارد و قرار می‌گیرد.